مارشال دوستم نیز به کارزار نسل کشی از آره ها را متوقف کنید پیوست. حمله به آموزشگاه کاچ، هشتگ نسل کشی از آره ها را متوقف کنید میلیونی شد. ولسوالی شکی بدخشان از کنترل طالبان خارج شد. دست کم 10 مقام این ولسوالی به شمول ولسوال طالبان به دست نیروهای مقاومت اسیر شدند. جزئیات بیشتر این خبر که تازه به دسترس ما قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. یک دانشجوی دختر در کابل بر اثر مسمومیت درگذشت. منابع امروز دوشنبه 11 میزان به خبرگزاری افاق گفتند که یکی از دختران مسموم شده بر اثر مسمومیت در خوابگاه دانشگاه کابل جان باخته است. منابع تایید میکنند که از دو شب به این سو تعداد زیاد دانشجویان مسموم شدند، اما مدیریت خوابگاه اجازه بیرون رفتن به دختران را نداده و این مسمومیت مرموزی باعث جان باختن یک دختر شده است. منابع میگویند که این دانشجو بعد از درد شدید به شفاخانه فردوس منتقل شده و در آنجا جان باخته است. در این حال وضعیت صحی یکی دیگر از دانشجویان نیز وخیم گفته شده است. گفته می شود شماری از دانشجویان دختر دانشگاه کابل که می خواستند برای توقف نسل کشی از آره ها تظاهرات کنند به شکل مرموزی در خوابگاه این دانشگاه مسموم شدند. این در حالی است که رسانه های نزدیک به طالبان صبح امروز گزارش دادند که طالبان مسمومیت دانشجویان دختر در لیلیه دانشگاه کابل را تکذیب کردند. امروز نیز فضای دانشگاه کابل به شدت امنیتی است و گفته می شود طالبان به طور کامل این مرکز اکادمیک را محاصره کرده و به کسی اجازه خروج از آن را نمی دهند. شرکت هواپیمایی فلای دبی پرواز به کابل را از سر می گیرد. غلام جیلانی وفا، معاون وزارت حمل و نقل و هوانوردی امارت اسلامی، اعلام کرده است که شرکت هواپیمایی دبی موسوم به فلای دبی تا یک ماه آینده پروازهایش را به افغانستان از سر می گیرد. وی با اظهار این که تمامی شرایط پروازهای بین المللی در میدان هوایی کابل فراهم شده است گفت قرار به این شد که آنها برای فروش تکت و از سر گرفتن پروازها حداقل 1.5 ماه وقت نیاز دارند و اکنون تا یک ماه آینده پروازهایشان را به کابل آغاز خواهند کرد. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت حمل و نقل و هوانوردی نیز اظهار داشت در حال حاضر از میدان هوایی کابل روزانه 30 پرواز به داخل و خارج افغانستان صورت می گیرد. به گزارش اطلاعیه نیوز احمدی گفت شرکت های شخصی تجاری با در نظر داشت مسافرانشان پروازهای خود را آغاز می کنند، اما ما به تمام کشورها پرواز داریم. در برخی کشورها شرکت های افغانستانی و در دیگر کشورها شرکت های خودشان، همچنین شرکت هایی که پرواز به افغانستان را متوقف کردند، به جای آنها شرکت آریانا پرواز را انجام می دهد و هیچ مشکلی برای مسافران وجود ندارد. این در حالی است که اخیراً وبسایت ترکش ایرلاینز نیز اعلام کرده بود که این شرکت هوایی از ماه مارس پروازهای خود به کابل و مزار شریف را از سر می گیرد. سازمان عفو بین الملل تعلیق دامنه وبسایت روزنامه 8 صبح توسط وزارت مخابرات طالبان را حمله بر رسانه های آزاد افغانستان و آزادی بیان خواند. روزنامه 8 صبح می گوید که دامنه افغانستان این رسانه توسط وزارت مخابرات طالبان به دلیل سیاسی تعلیق شده است. گفته می شود دامنه سیاست زاویه نیوز نیز از سوی طالبان تعلیق شده است. سازمان عفو بین الملل گفته است که طالبان در چندین ولایت مانع پوشش رسانه تظاهرات در اعتراض به حمله به آموزشگاه کاچ شده و خبرنگاران را تهدید کردند. این سازمان افزوده است که طالبان مسئولیت دارند با آزادی بیان احترام بگذارند، محیط امنی را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ایجاد کنند و به آنان اجازه دهند تا به طور مستقل گزارش دهند. طالبان بر محتوای نشراتی رسانه ها نیز محدودیت گسترده وضع کردند. با این حال این گروه خود را متحد به آزادی بیان می دانند. زور قالب ندارد، اطلس پرس می نگارد. ضرب المثل معروف در افغانستان زور قالب ندارد مثال واضح و مصداق بارز این مثل است که تو به زبان فارسی گپ بزنی، فارسی زبان اول مادریت باشد،
قرنها جد و پدر جدد به همین زبان گپ زده باشند. اما امروز کسی و کسانی پیدا شدند میگویند زبان تو فارسی نه بلکه دری است. چرا دری است؟ چون من میگویم این من کیست؟ این من همان من قدرتمند، زورمند و تصمیم گیرنده 140 سال اخیر بوده و است. این من آنقدر قدرت دارد که بجز سنت های پوشیده حتی بریش و پشمت هم کار دارند. این من همان من است که 140 سال تلاش دارد همه پشتو بگویند، کسی نمیگویند و برعکس ساحهش تنگ تر شده می رود. کس چه می داند اگر روز من یعنی خودم چون این قدرت و زور می داشتم برای زبان پشتو نام می گذاشتم. زور موای دنیا گردده، براستی که زور قالب ندارد. سید میثم احسانی. کویان پرس گزارش می دهد ولسوالی شکی بدخشان از کنترل طالبان خارج شد. نیروهای جبهه مقاومت در پی یک درگیری شدید ولسوالی شکی بدخشان را از کنترل طالبان خارج کردند. منابع می گویند دست کم 10 مقام این ولسوالی و شمول ولسوال طالبان به دست نیروهای مقاومت اسیرند. این در حالی است که ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان نیز به این ولایت رفته است. افغانستان انترنشنال می نگارد منابع محلی در بدخشان می گویند درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولسوالی شکی این ولایت جریان دارد. اطلاعات زد و نقیز هم از سقوط مرکز ولسوالی شکی و دست نیروهای جبهه مقاومت و اسارت شماری از افراد طالبان از جمله ولسوالی این گروه به افغانستان انترنشنال رسیده است. سبغت الله احمدی نگاشته است شهرستان شوکی ولایت بدخشان فتح شد. ولسوال با 10 تن دیگر از مزدوران طالب اشغالگر به اسارت نیروهای قهرمان جبهه مقاومت ملی افغانستان در آمدند. به همه مردم میهن مبارک است. تاجودین سروش نگاشته است فوری. منابع در بدخشان میگویند ولسوالی شوکی درواز به دست نیروهای مقاومت افتاده و ولسوال طالبان هم به دست نیروهای مقاومت اسیر شدند. و در پایان عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به کارزار تویتری نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید پیوسته و گفته است که هزاره ها به گونه سیستماتیک کشته می شوند. کارزار کاربران تویتری برای توقف کشتار هزاره ها در افغانستان در حال گسترش است و تا کنون یک بار تویت شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.